داخیانی جبورای گشتی سیاست دولت ترک لسر اساس یک نتو یک زمان یک رنگ را دبه جبر ویجی او سیاست انکار و قرکرن در حق نتو اندن ینگو لسر اردنگاری اوید جان دکن دمشینه ینگو خودی رسن جوی اردنگاری را جبو بردوامی سیاست قرکرن و چوساندن حمور و ریبازن آستنگیان لسر گل کرد بکارتینه هر وها همان ریبازن قرش در حق جنان دا پکتینه حیاکو گهشت آستا دست درجی لسر جن و کچین کرد جمل زلام دولت وا او بویا را به ایش یک و دوی داویه دا لحر ما باتمانه رودایی دماغو پولیسه کی ترک ناموسا کچه که برباد دکه یک و دا انجام دا او کچ حوالدان خاکوجی دکه جبو کو پشتی دمه که دن خوشخانه یک دا جیان خابده او جی هش کو تبکی آگل و هر سک مزن لهمبر وان کریارن حکومت آکا پیدر که و او دا خوزا جزا کرنه گنهکاران بکن لی افخا پیشاندان بتوندی او داری زوره هاتا بلاف کرن بیگو گهداری دا خوزن وان بکن عدالت پیک بینن و تلهلدان وی کچی بگونه یا گود بوهارا جیان خدا هین 18 سالی در باس نکر بو او یک جی جی تواهی جیهان را دوپا دکه که دولت ترک دوان کریارن در مرووی دا هفکاره و او به ارکرن وان تکرن او جی بردوامی پلان کووینا جن آزاد ارمانج دگره یا که بوی هجمار که زحمت ده هفکیشی ها ترکرن ها حرمه دا و اصرار اوه لسر پاراستن چاند زمان و ناسنامه ها خوا هر وها عینی کریار و بن پیکرن دولت ها ترک ده حرمه داگیر کری دا ین روج آوا و باکور و رجالات سوریه دا پیکتی نه و شعب الواحدی و اللغت الواحدی لذالک فهی تتبع سياسة الإنكار والإبادة بحق القوميات الأخرى المتواجدة ضمن جغرافيتها والذين هم من أصحاب الأرض الحقيقيون لذلك واستكمالا لسياستها القمعية فهي تتبع جميع السبل لتضييق على الشعب الكردي وإبادته وكذلك التضييق على النساء وممارسة كافة الأنواع الرذيلة بحقهن ليصل بهم الحال إلى الاعتداء والتحرش بالنساء والفتيات الكرديات من قبل الرجال الدولة والرجال الأمن حيث شهدت ولاية بطمان عندما حاول أحد الرجال الشرطة التركية الاعتداء على فتاة واغتصابها مما تسبب للفتاة بحالة نفسية سيئة أدى بها إلى الانتحار لتسلم الروح في إحدى مشافيها وهذا خلق الاستياء وغضبا وشعبيا لدى أهالي المنطقة ليخرجوا بمظاهرات عارمة ويطالبوا بمحاسبة الجاني لكن هذه المظاهرات أيضا قوبلت بالقمع والتفريق القسري دون الأنصات إلى مطالبهم وتحقيق العدالة والانتقام لتلك الفتاة البريئة